اما مسائل بعد برجام و اجرای برجام خیلی مهمه. مقدمتا محضرتون بگم مولا علی در عهد مالک اشتر دارن که ولکن الحذر کل الحذر من عدو که بعد از صلحه فان العدو ربما غارب لیتغفل. خیلی مراقب باشید بعد از اینکه با دشمن صلح کردید کلاه سرتون نگذاره، چه بسا دشمن صلح میکنه با شما تا شما را غافل کنه. فخذ بالحزم و تهم فی ذلک حسن الظن، با احتیاط با دقت وارد شید، خوشبینی نسبت به دشمن را محکوم کنید، حتی نسبت به لبخند دشمن هم بدبین باشید که در پیش اهداف شیطانی است. بعد از مسئله برجام شش مطلب حداقل از سوی امریکایی ها شنیده شده که این مطالب مطالب نادرستی است و باید از سوی مسئولان محترم ما پاسخ داده بشه. مطلب اول گفتن چارچوب تحریم ها حفظ میشه، این که نقض عهده. ما وارد میدان مذاکره شدیم تا تحریم ها شکسته بشه. اگر قرار است که تحریم ها شکسته نشه، به چه دلیل ما تعداد سانترفیوژهای خودمون رو محدود کنیم؟ میتونستیم از 19,000 برسونیم به 40,000، به 50,000. به چه دلیل ما غنی‌سازی 20% رو ادامه ندیم؟ ما تنازل کردیم تا تحریم برداشته بشه. این حرف حرف بسیار نامربوطی است و باید مسئولان محترم ما در مقابل این حرف موضع صریح بگیرن. دو، اونی که قرار بود تحریم ها لغو بشه، نه تعلیق. تعلیق تحریم ها هم نقض عهد دومه. اگر قرار باشد که اونها فقط تعلیق کنن، هر موقعی که خواستن دوباره تحریم ها رو برقرار کنن، ما هم در تعهدمون فقط توقف را میپذیریم نه تعطیل را. این مسئله قرارداد دو طرفی است، ما تعهد یک طرفی نداریم. ما تعهد کنیم اونجا تعطیل اونجا تعطیل، یا مثلا کمتر شدن، اما اونا فقط بگن ما تعلیق میکنیم که هر موقع خواستن بازی در بیارن بازی در بیارن. نکته سومی که دیگه مربوط به مسائل هسته‌ای هم نیست، گفتن که ایرانی‌ها باید کاری متفاوت انجام بدن. یعنی چه متفاوت؟ یعنی دست از ارزش‌های انقلابیمون اسلامیمون برداریم. متفاوت یعنی این دیگه، یعنی آن که حزم بشیم در نظام سلطه، یعنی این که ما دست برداریم از نیروهای مقاومت در دنیا، مظلومین عراق رو رها کنیم، مظلومین بحرین رو رها کنیم، حزب الله رو رها کنیم، مطمئن باشن امریکایی ها که این حادثه اتفاق نخواهد افتاد.
4 اوباما گفته که امید دارد که هویت رژیم ایران تغییر کنه. اونی که اوباما میگوید امید دارد که یک حکومت نوچری مثل رژیم پهلوی در ایران سر کار بیاد که مثل گذشته این کشور رو به غارت ببرند. امریکا اوباما بداند این رؤیایی است که به فضل خدا هیچ وقت تعبیر نشده و تعبیر نخواهد شد. به حمدالله پیام نماز جمعه تهران به سرعت به دنیا مخابره میشه. من از زبان شما نمازگزارانی که میدانم قاطبه مؤمنانی هم که حتی تو نماز جمعه تهران نیستند همراهن، میگویم که این مردم عزیز تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون از استقلال، آزادی، نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت خواهند کرد. امریکایی‌ها مطلب پنجم، امریکایی‌ها گفتن که برجام فرصتی در داخل و خارج در اختیار امریکایی‌ها قرار داده. این همان نفوذی است که مقام معظم رهبری در چند تا سخنرانی قبلشون اشاره فرمودند. این هشدار است به همه صاحبان رسانه، به همه مسئولان، به اونایی که سایت دارن، به اونایی که در عرصه روزنامه نگاری هستند، زمین ساز نفوذ امریکا نشند. امروز هر قلم، هر قدمی که برای بزک کردن چهره امریکا و زدودن نفرت از استکبار برداشته بشه، بی تردید قدم و قلم امریکایی است. شش، امریکایی‌ها و قهرن کسانی که متمایل و همفکرشون هستن میخوان چنین القا کنن که شعار مرگ بر آمریکا تندروی است. کری گفته است ایران حامی تروریست است، اگر توافق را رد کنید، به کنگره گفته، تندروهایی که مرگ بر امریکا در ایران میگویند به موافقان مذاکرات میگویند دیدید امریکا به مذاکرات هم پایبند نیست. چری نمیتونه بفهمه این مطلب رو که شعار مرگ بر امریکا ریشه قرآنی داره. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شعار مرگ بر آمریکا ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و ترجمان دوباره هیهات من نزله است. ش
شعار مرگ بر آمریکای مردم ما عین اعتدال هست و سازش رابطه با امریکا در شرایط کنونی که امریکا هنوز آدم نشده بی تردید وادادگی و ذلت هست. خب یک مطلب کوچک در رابطه با مسائل داخلی بگم و تمام، و اون مطلب این است که مسئله قانونمداری یک اصل کاملا پذیرفته شده برای ملت، دولت و همه نهادهاست. هیچ کس نیست تو این کشور که دلسوز انقلاب باشه اما در این حال قانونمداری رو نپذیره. قانون اساسی در اصل 99 میگوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آراء عمومی را به عهده دارد. این اصل نظارت. حالا این نظارت کدوم استطلاعی است؟ یعنی شورای نگهبان فقط نظارگر باشه، گزارش بده به هیئت اجرایی. حالا هیئت اجرایی خواستن عمل کنن، نخواستن عمل نکنن. این اسمش نظارت استطلاعی است. این دیگه اختصاصی به شورای نگهبان نداره، قانونم نمیخواد. یا این نظارت استصوابی است که در تمام مراحل شورای نگهبان هم میتونه، هم باید نظارت کنه و هم در جاش باید دخالت کنه، اونجا که باید رد کنه صلاحیت رو رد کنه. خب کدوم نظارت؟ قانون اساسی اصل 98 میگه که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب 3/4 آنها انجام می شود. پس قانون میگه هر جا تو این قانون اساسی اختلاف دارید تفسیرش را از شورای نگهبان بخواهید. شورای نگهبان در تاریخ 1/3/70 در نظریه تفسیری شماره 1234 این نظارت رو تفسیر کرده. نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. بنابراین نظارت استصوابی یک قانون هست. همه مجریان قانون باید به قانون احترام بگذارند و ایستادن و مقابله با این اصل قانونی حاشیه سازی بی حاصل است.